فصل دهم. عیسی از آنجا به راه افتاد و به سرزمین یهودیه و به جانب شرقی رود اردن رفت. باز هم جمعیتی به دور او جمع شد و او به عادت همیشگی خود به تعلیم آنان پرداخت. عده‌ای از فریسیان پیش او آمدند و برای امتحان از او پرسیدند: آیا مرد مجاز است که زن خود را طلاق بدهد؟ عیسی در جواب آنها پرسید: موسی در این باره چه دستوری داده است؟ آنها جواب دادند: موسی اجازه داده است که مرد با دادن طلاقنامه به زن خود از او جدا شود. عیسی به ایشان فرمود: به خاطر سنگدلی شما بود که موسی این اجازه را به شما داد، و الا خدا از اول خلقت انسان را به صورت مرد و زن آفرید. به این دلیل مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و این دو یک تن واحد می شوند. یعنی دیگر آنها دو نفر نیستند بلکه یک تن می باشند. آنچه را خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد. در منزل شاگردان باز هم درباره این موضوع از عیسی سوال کردند. او به ایشان فرمود: هر که زن خود را طلاق دهد و با زنی دیگر ازدواج کند، نسبت به زن خود مرتکب زنا شده است. همینطور اگر زنی از شوهر خود جدا شود و با مرد دیگری ازدواج کند، مرتکب زنا شده است. بچه ها را پیش عیسی می آورند تا بر آنها دست بگذارد، ولی شاگردان آنها را سرزنش می کردند. وقتی عیسی این را دید، ناراحت شده به ایشان فرمود: بگذارید بچه ها پیش من بیایند، مانع آنها نشوید، چون پادشاهی خدا به چنین کسانی تعلق دارد. یقین بدانید که اگر کسی پادشاهی خدا را مانند کودک نپذیرد، هیچ وقت وارد آن نخواهد شد. سپس عیسی کودکان را در آغوش گرفت و دست بر آنان گذاشته بر ایشان دعای خیر کرد. وقتی عیسی عازم سفر شد، شخصی دوان دوان آمده در برابر او زانو زد و عرض کرد: ای استاد نیکو، من برای به دست آوردن حیات جاودانی چه باید بکنم؟ عیسی به او فرمود: چرا مرا نیکو می‌خوانی؟ هیچ کس جز خدا نیکو نیست. احکام را می‌دانی: قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، شهادت نادرست نده، کلاهبرداری نکن، پدر و مادر خود را احترام کن. آن شخص در جواب گفت: ای استاد، من از جوانی همه اینها را رعایت کردم. عیسی با محبت به او خیره شده فرمود: یک چیز کم داری. برو آنچه داری بفروش و به فقرا بده که در عالم بالا گنجی خواهی داشت و بعد بیا و از من پیروی کن. آن شخص چون صاحب ثروت فراوان بود، با قیافه‌ای محزون و با ناراحتی از آنجا رفت. عیسی به اطراف نگاه کرد و به شاگردان فرمود: چه دشوار است ورود توانگران به پادشاهی خدا. شاگردان از سخنان او تعجب کردند، اما عیسی باز هم به آنان فرمود: ای فرزندان، وارد شدن به پادشاهی خدا چقدر دشوار است. رد شدن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از وارد شدن شخص توانگر به پادشاهی خدا. آنان بی اندازه تعجب کرده و به یکدیگر میگفتند: پس کی میتواند نجات یابد؟ عیسی با آنان نگاهی کرد و فرمود: برای انسان غیر ممکن است، اما نه برای خدا، زیرا برای خدا همه چیز امکان دارد. پتروس در جواب عیسی شروع به صحبت کرده گفت: ببین، ما از همه چیز خود دست کشیده و پیرو تو شده ایم. عیسی فرمود: یقین بدانید که هر کس به خاطر من و انجیل خانه و یا برادران یا خواهران یا مادر یا پدر یا فرزندان و املاک خود را ترک نماید، در این دنیا 100 برابر خانه و برادر و خواهر، مادر و فرزندان و املاک و همچنین رنجها و در آخرت حیات جاودان نصیب او خواهد شد. اما بسیاری از آنان که اکنون اولین هستند آخرین خواهند شد و بسیاری هم که آخرین هستند اولین خواهند شد. عیسی و شاگردان در راه اورشلیم بودند و عیسی پیشاپیش شاگردان حرکت می‌کرد. شاگردان متحیر بودند و کسانی که از عقب آنها می‌آمدند بسیار می‌ترسیدند. عیسی 12 شاگرد خود را به کناری برد و درباره آنچه که می‌باید برایش اتفاق افتد با آنها شروع به صحبت کرد و به آنها فرمود: ما اکنون به اورشلیم می‌رویم و پسر انسان به دست سران کاهنان و ملایان یهود سپرده خواهد شد. آنها او را محکوم به مرگ خواهند کرد و به دست بیگانگان خواهند سپرد. آنها او را مسخره خواهند نمود و به رویش آب دهان خواهند انداخت. او را تازیانه خواهند زد و خواهند کشت، اما پس از 3 روز دوباره زنده خواهد شد. یعقوب و یوحنا پسران زبدی پیش عیسی آمده گفتند: ای استاد، ما می‌خواهیم که آنچه از تو درخواست می‌کنیم برای ما انجام دهی. به ایشان گفت: چه می‌خواهید برایتان بکنم؟ آنها جواب دادند: به ما اجازه بده تا در جلال تو یکی در دست راست و دیگری در دست چپ تو بنشینیم. عیسی به ایشان فرمود: شما نمی‌فهمید چه می‌خواهید. آیا می‌توانید از پیاله‌ای که من می‌نوشم بنوشید و یا تعمیدی را که من می‌گیرم بگیرید؟ آنها جواب دادند: می‌توانیم. عیسی فرمود: از پیاله‌ای که من می‌نوشم خواهید نوشید و تعمیدی را که من می‌گیرم شما هم خواهید گرفت. اما نشستن در دست راست و یا چپ من با من نیست. این به کسانی تعلق دارد که از پیش برایشان تعیین شده است. وقتی 10 شاگرد دیگر این را شنیدند، از یعقوب و یوحنا دلگیر شدند. عیسی ایشان را پیش خود خواند و فرمود: می‌دانید که در بین ملل کسانی که فرمانروا محسوب می‌شوند بر زیر دستان خود فرمانروایی می‌کنند و بزرگانشان نیز بر آنها ریاست می‌نمایند. ولی در بین شما نباید چنین باشد، بلکه هر که می‌خواهد در میان شما بزرگ شود باید خادم شما باشد و هر که می‌خواهد اول شود باید غلام همه باشد، چون پسر انسان نیامده است تا مخدوم شود بلکه تا به دیگران خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. آنها به شهر اریها رسیدند و وقتی عیسی به اتفاق شاگردان خود و جمعیت بزرگی از شهر بیرون میرفت، یک گدای نابینا به نام بارتیماوس پسر تیماوس در کنار راه نشسته بود. وقتی شنید که عیسی ناصری است، شروع به فریاد کرد و گفت: ای عیسی پسر داوود، بر من رحم کن. عده زیادی او را سرزنش کردند و از او خواستند تا ساکت شود، ولی او هرچه بلندتر فریاد میکرد: ای پسر داوود، بر من رحم کن. عیسی ایستاد و فرمود: به او بگویید اینجا بیاید. آنها آن کور را صدا کردند و به او گفتند: خوشحال باش، بلند شو، تو را می‌خواهد. بارتیماوس فوراً ردای خود را به کناری انداخت و جای خود بلند شد و پیش عیسی آمد. عیسی به او فرمود: چه می‌خواهی برایت بکنم؟ آن کور عرض کرد: ای استاد، می‌خواهم بار دیگر بینا شوم. عیسی به او فرمود: برو، ایمانت تو را شفا داده است. او فوراً بینایی خود را باز یافت و به دنبال عیسی به راه افتاد.